در دهه فیض‌آباد جماعت دهات دشت گلان ناحیه به نام میر سعید علی همدانی تحت عنوان آدینه هاشم حافظ متفکر همایش فرهنگی دایر گردید. این چورابینی را با سخن افتتاحی جانشین رئیس ناحیه آغاز نموده از لحظه های زندگی این شخصیت شناخته کشور یادآور گردیدند. در این همایش شاگردان استاد آدینه هاشم حافظ خلقی تاجیکستان فیض علی حسنوف، شاعر خلقی تاجیکستان علی محمد مرادی، از روزگار آوازخوان معروف عصر 20 نابغه عالم موسیقی استاد آدینه هاشم قصه ها کردند. قید کرده شد که آدینه هاشموف توانست در دوام عمر کوتاه 56 ساله خود هنرمندان زیادی را جمع آورده مکتب مخصوصی آوازخوانی خود را تاسیس بدهد. او آوازخوانی ناتکرار بود. در تاریخ صنعت موسیقی و آوازخوانی او نفری بود که اشعار کلاسیکان تاجیک و فارس و شاعران معاصر را از بر نموده در سطح بلند موسیقی اجرا کرده است. در قطار از بر کردن اشعار حافظ و بدیل، خیام و جامی، سعیدا، سنایی و صاحب، سعدی و کمال، صحبا و شعرهای شاعران گمنام نیز آهنگ بسته آنها را به مخلصان سرشمارش معرفی کرده است. آواز قوی، موسیقی جذاب و انتخاب اشعار بلند استاد آدینه هاشم را محبوب عالمیان گردانید. به نام استاد آدینه هاشم در مرکز ناحیه به نام میر سعید علی همدانی فیلهارمونیای مردمی فعالیت نموده، قسم زیادی هنرمندان آن شاگردان استاد آدینه هاشموف میباشند. درباره روزگار و فعالیت آدینه هاشموف در طول تقریبا 30 سال کتابهای زیاد روی چاپ آمدند. خوشبختانه در عرفه جشن 30 سالگی جشن دولتی استقلال تاجیکستان از لحظه های گوارو و ناگوار زندگی هنرمند، از زبان دوستان، مخلصان و هواداران هنری او با عنوان پیر فلک سرویان کتاب نو روی چاپ آمد. همایش مذکور با معرفی کتاب و برنامه جالب کنسرتی با یک جهان تاثیرات های نیک و خاطرمان جنبست گردید. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه به نام میر سعید علی همدانی برای برنامه اطلاعاتی نوید.